هزاران درود به تو هموطن عزیزم که بیننده برنامه های شادی تیوی هستید به طور خاص برنامه امید جاودان چه از روی فیسبوک که همین الان این برنامه مستقیم هستش و چه خود تلویزیون شادی در خدمت شما عزیزان هستیم با شماره تلفن که پایین صفحه تلویزیونتون و یا روی فیسبوک مشاهده میفرمایید می توانید تماس بگیرید نسبت موضوع دعا گواهی ایمان و اگر سوالی هست خوشحال میشم این که بتوانیم پاسخگوی سوالات شما باشیم و اگر خاطره دارید از ایام نوروز که ما در این روزها در این ایام هستیم و نیز داریم نزدیک میشیم به روزی که سیزه بدر هست جشن سیزه بدر و جشنی هستش که مطابق اون رسوم باستانی همه به طبیعت میرن و در کنار همون شادی رو خواهند داشت و خوشی رو نیز از خداوند میخوان که در تمام ایامشون با اونها باشه هموطنان عزیز این برنامه همون گونه که برنامه زنده هستش میتوانید با ما در تماس باشید و خوشحال میشیم که در این خدمت دست یاری شما عزیزان رو در کنار خودمون داشته باشیم که بتونیم با فیض خداوند هم خدماتمون رو نسبت به هموطنان عزیزمون در رسانه ها بیشتر بکنیم و همچنین بتوانیم به کشورمون ایران بریم چون که خیلی از هموطنان ما هستن که مایل بر این هستن که بیشتر از آنچه که تا به امروز ما عزیزان رو در شبکه محبت شبکه پارس تصویر ایران و همچنین شادی توانستیم خدمت کنیم خدمت کنیم عزیزان رو چرا نیاز دارن از تعلیمی که باعث برکت زندگیشون میشه پس تو هموطن عزیزم که شاهد این برنامه هستی اینو بدون که با مقدار حتی کمی در ماه میتوانید این کمک رو به ما بکنید که ما بتونیم در ایران پخش بشیم جا داره درود بپسم خدمت خواهر عزیزم سمی جان که میکنن و عزیزم. از کارشون مرخصی میگیرم میان بله. در خدمت خداوند باشه. بله اینم کار خداوند اول آمد. بعد کش رسول. اول باید ملکوت خدا رو بخوام آمین برام و جلال میدم نام ایسای مسیح و واقعا منم درود بفرستم به همه عزیزان به کشت رسول خرشم. عزیز من خرشم. یک شنبه رو نتونستم کلیسا باشم تولد نوم بود ده. یک سالگیش بله و خدا رو شکر برای برکت مسیح تو زندگیمون میگه خداوند وقتی میخوام بد نشون بدم میذارم که نوه و نبیرت رو ببینی آمیم. و اینجوری در کتاب سلیمان میخونیم که وقتی موهای ما سفید میشه و نوه و نبیره میبینیم در از اونجاست که خداوند نشون میده چقدر به ما عمیم. محبت داره شما که مواد سفید نشده بله ما من بلند, بلند. آره بلند هست و چقدر زیبا و خوب هست شما من جالبه که حالا گفتیم شما مون... تیپنم آمریکایی هستید بله آمریکایی بود رفتید ایران من ایران خدا رو شروع برای جلال مسیح چون من اینکه دوستامون ادوین رو دیدم تقریبا هفته قبل دوست عزیزی که بسیار صدای زیبایی دارم و الان خداوند رو خدمت میکنن دیدمشون که شنیدم یک شنبه اومدن نه. از همینجا به ادوین یه سلام میگم و به همه عزیزانی که الان این برنامه رو میبینن واقعا مشاهده میکنن امیدوارم که سال جدید سال... برکت شما باشه دوری از بدیومی هایی آمیل. که در اصل از بکراند اسلام به ما گفته بودن باید. باشه و نجات جانها باشه برای تمام ایرانیان عزیز هر جایی که هستن چه در ایران چه در خارج از ایران و اینکه امسال سالی باشه که تمام زانوها برای خود خداوند زنده آمید. خم بشه طبق کلامش و بعدی که داده آمید. آمید. و خوشحال میشیم که با ما تماس بگیرین همینجور که کشی رسول گفت از برنامه های که در زندگیتون اتفاق افتاده به ما اطلاع بدین همینجور خاطری دارین از سیزه بدن من قبل از که با کشی رسول برنامه ها شروع کنم با مسعود جان که واقعا افتخار اینو دارم که توی کلیسامون دستگذاری شدم برای سرپرستی گروه جوانان کلیسای پرستندگان نگان مسیح جالب بود که من گفتم یه خاطره بگو و واقعا قربون برم رو قدس آه. که اصلا گفت یکی از خاطراتش خیلی به همیشه تو ذهن محسوس حتما ازتون میخوام که برنامه منو با محسوس جون ببینین تا خاطراتش هم ببینین بدین چطوری خداوند در زندگی ما کار میکنه آمین آمین, آمین آمین حقیقتا اگر موافق هستیم پس با یه دعای شروع میکنیم عزیزان در رابطه با موضوعاتی که ما صحبت میکنیم شما میتونید تماس بگیرید و اگر نظری دارید انتقادی دارید پیشنهادی دارید خوشحال میشیم نسبت برنامه هامون و حتی موضوعی که داریم صحبت میکنیم مطلبی دارید از شما عزیزان بشنویم آمین پدر جان تا رو شکر میکنیم ای خداوند که اجازه دادی مطابق فیضت ای خداوند دقایقی در خدمت تو باشیم در این شبکه از تو میخوام این بینندگان عزیز ما را چه در روی فیسبوک و ای خدا چه در تکرار در شبکه های دیگه و همچنین خدای قدوس روی تلویزیون شادی تیوی برکت بدی به آرزوهای آشداره. دلشون نیازشون حاجتشون و سال جدید هموطنان عزیز ما رو بله مبارک بخوان به هر نیاز و هر حاجتی و چون همه اینها را در نام مسیح طلب با ایمان دریافت میکنیم آمین آمین آمین, آمین. آمین. هللویا کسی شسول من سیزه بدر رو دوست داشتم همیشه بخاطر که با خانواده میرفتیم بیرون و بله. گاه وقتا هم بروجرد می رفتیم چون این بروجرد مامان بزرگم مامان مامانم بروجرد بودم بله و من بوی اون ریهونهای بازار بروجرد رو خیلی دوست داشتم و اون انگور یا رو ده. خیلی دوست داشتم و همیشه منتظر بودم بابا بزرگم بیاد و از جیبش ما بابای مامانم از جیبش توت و کشمش و نخوچی و من <laughs> اصلا عجیب منتظر این بودم که این بابا بزرگ دنبال هیچ نبودم ولی دنبال اون نخوچی کشمشی که به من میداد و تو به من میداد بودم و این یکی از خاطرات من بود که تو ایام نوروز یا سینزه بدر که پدر بزرگم به دیدن میمد آبادان میمد یا یعنی. ما میرفتیم بروجرد پدر بزرگم معمولا ایتاری بودن ما با یه بابا داشتیم گفتیم بابا نقلی همیشه تو جیبش نقل داشت شما <تص> بله 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 ما سینزه بدر رو یه رسمی میدونیم که بوده و از دوران خیلی قدیم بوده و بعضیا میگن ما میریم از خونه بیرون این یعنی رسمه نه. که ما از خونه میریم بیرون و بادیومیا رو میبریم بیرون بعد اون چیزهایی رو که فکر میکنیم از طرف یعنی خوب نیستن تو زندگیمون میبریم بیرون با رفتن توی اه 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 پارک و حالا ما میگفتیم بروجرد میگفتن صحرا ام. بعد اینجا من شنیدم میگن میریم کمپینگ بعد میگن میریم پارک به حال استراره های مختلف استفاده درست. میشه و حتی میان جوونا که مجردن سبزه گره میزنن که بختشون بازشه و ازدواج کنن میخواستم یه مقدار شما از این مطلب صحبت کنیم ببینیم از چشم خداوند شما چطوری سینزه به دره میبینیم خب از چشم خداوند که فقط یه روز نیست از چشم خدا تمام روزها متعلق به خدا آمین. هستش آمین. و خداوند روز هفتم که تمام آنچرا که هدف مقدس خلقتش بود آفرید و انسان رو آفرید روز هفتم به روز استراحت اعلام روز استراحت نه به تعریف این که ما فقط از نظر جسمانی برفرض آرامش داشته باشیم، تفریح کنیم، بخوابیم، هر جا دوست داریم زندگی کنیم، بلکه استراحت تعریف اصلیش این هستش که من بتونم در مسیر اراده و هدف خداوند نیز تقویت بشم، آرامش بگیرم و به اون در اون مسیر این همت رسیدن به هدف رو داشته باشم دور از هر نوع برخورد غیر استاندارد دور از هر نوع طرز تفکر غیر استاندارد و دور از هر نوع رفتار غیر استانداردی که خدا ما را به خاطرش آفریده که برخلافش مطابق کلام خداوند چون ضد اون هدف مقدس میشه ضد اون در از اراده خدا میشه برای خلقت انسان بهش گناه میگه پس تمام ایام متعلق به خداوند هست پس چون تمام ایام متعلق به خداوند هستش هرگز هیچ روزی رو خداوند بد نمیدونه مگر اون بدی رو ما مجوز داده باشیم ما اجازه داده باشیم از این رو هستش که برای تمام ایام ما کلام خداوند سخن نیکویی رو میگه. آمین. چون بدی با خودش ترس رو میاره، استرس رو میاره، استراپ رو میاره، نگرانی رو میاره، پریشانی رو میاره. اما خداوند میخواد که ما از این ترسی که نگاهمون به بدی و روزهای بد هست، دور باشیم. 365 بار در کلام خدا میگه چی میگه؟ نترس. یعنی برای تمام روز هامون. پس اگر خداوند هدفی رو مشخص کرده و 365 روز حالا بعضی از سالها 365 شست و شش و... روز میشه اعلام میکنه که نترس هیچ روزی رو خدا برای ما نمیخواد بد باشه همه روزها متعلق به خدا هست حتی روز سیزده که میدونیم که فقط این باور هموطنان ما ایرانی ها نیستش از دوران باستان دارن بله. بلکه در خیلی از کشورها حتی کشورهای اروپایی حتی آمریکا و قاره های دیگه هست این باور بله. که سیزده رو اونقدر بد میدونن که بعضی از هتلها طبقه سیزده ندارن بعضی از فرودگاه ها سعی میکنن وقتی که میان سالن ها رو میذارن اسم میذارن سالن سیزده هم رو روش نمیذارن شما من موقعیت های خیلی بالا رو میگم <applause> که ببینید چقدر این خرافه و این دروغ جایگزین شده اما سیزه بدری که هموطنان ما واقعا میرن بیرون در از تقدیر و تشکر و شکرگزاری از اون روزی هست که خدا به اونها داده حالا در این باورم میتونن باشن که آره این روز نسیه توی خونه نباید باشیم بزنیم بیرون حالا این گونه تعریف شده ولی من تصورم بر این هستش که ریشه سیزه به در در اصل حمایت کردن از اتحاد دوستان، فامیل ها با هم دیگه بله. مشارکت داشتن با هم هستش بله. و اینکه بتونن در کنار همتون شادی ها نیز باشن فراموش نکنیم خب الان مدت طولانی نیستش که ما توی دنیا میبینیم چقدر تفریحات بسیاری هستش بله. چقدر سرگرمی های بسیاری هست بله. و در گذشته مردم بیشتر درگیر مسایلی بودن مانند کار بله. و باید کار به سختی میکردن و فضایی برای تفریح نبود اون تفریح که امروز هستش من. فضایی نبود برای اینکه من باقی میگم گذشته برگردیم به 2300 سال قبل <applause> خیلی نمیخوام مثلا بعضی میگن آره زمان شاه نه برگردیم گذشته دور که میدونیم که یا درگیر جنگ ها بودن قهدی ها بودن و مشکلاتی بود و وقتی که یک روزی مثل سیزه بدم میشه این باعث میشد که حتی فامیل های دور با هم به هم نزدیک بشن و با هم بیرون برن و تفریح کنن حالا همین که فرمودید اینکه که سبزه گره میزنن خب اینا دیگه توی به نوعی آمیخته شده با این فرهنگ ما که آرزوهای دلشون رو هر کسی به نوعی در طبیعت یافت کنه بهم. ولی کلام خداوند هرگز هرگز چه روزی رو به عنوان روز بد نمیدونه نه. برعکس اتفاقا کلام خداوند مشوق ما هستش که تمام روزها متعلق به خدا هستش آمید. تمام ایام مال خدا هست آمید. و امروز به طور خاص ما که به مسیح ایمان آوردیم و تحت پوشش وعده های او زندگی میکنیم نه. اعلام میکنه ایسای مسیح در نامه ابرانیان دیروز امروز, امروز و تا ابد یکی هست آمید. و مسیح در انجیل متی 28 20 اعلام میکنه که تا انقضای انلزا عالم با شما خواهم یعنی تمام ایام آمین پس هیچ نوع ترسی نمیتونه در ما باشه اما بریم با هم دیگه لطفا نامه اوزوام کتاب اول تواریخ چهار 9 الا ده رو بیارید ممنون میشم که نگاهی میکنه به شخصی به نام یعبیس که اصلا خود یعبیس اسمش درد هستش و در این دو آیه ببینیم این نگاه چگونه بوده به. که گاهی افراد سمی جان متاسفانه خودشون رو در ایام بد میبینن در شرایط تلخ میبینن خودشون رو توی جایگاهی میدونن که تصور بر این میکنن اوز میخوام بدبخت هستن تصور میکنن که شوربخت هستن تصور میکنن که بختشون بسته شده و هرگز نمیتونن ایام خوبی داشت حتی وقتی به یه خوبی میرسن به یک شرط خوب میرسن ما بیشتر این رو در زوجهایی که به هم میرسن اون اوایل به طور خاص در دخترها میبینیم در عروس ها میبینیم که وقتی ازدواج انجام میشه همیشه این دلخوره رو عروس ها دارن یعنی واقعا ما خوشبخت میشیم یعنی نکنه این پسر یه روزی ما بگه نه که اگر از نظر روانشناسی ما یه نگاهی بکنیم باز این به برمیگرده به تاریخ چه زنانی که در طول تاریخ بودن و تحت آزار و شکنجه و نگرانی ها همیشه بودن و میبینیم که در دخترای چه این نگرانی هستش رضا اون پسر با تمام وجود رو دوست داره تو در پسرام هست در دامادام هست چنین حسید اما این نگرانی متاسفانه روی دخترها و زنا بیشتر هستش اما وقتی زمان طولانی میشه خوشبختانه خوشبختانه نگرانی برطرف خواهد شد پس این نگرانی هستش که حقیقت نداره با. اما در ذهنیت ما روی تجربه و روی شنیدنی ها با. و روی تعلیمات که ما میتونه کتاب های رومانی که خوندیم افسانه هایی که شنیدیم مثل اینکه که شیرین و فرهاد به هم نرسیدن لیلی و مجنون به هم نرسیدن و همیشه یک چنین تصویری توی ذهن ما ها جا میگیره که چه بسا نکنه ما میگونه باشیم میبینیم در زوجهای جوونم حتی با اینکه به هم میرسن هستش و ایوب نیز در کتاب ایوب 3 25 ما میخوانیم که اعلام میکنه از آنچه که ترس. میترسیدم بر سرم آمد نمیخوام بگم ترس من دلیلی خواهد شد که اون اتفاق بد بیفته نه اما میخوام اینو ارز کام خدمتون که این ترس مدت های طولانی با ما بوده اما زمانی که میرسیم به اونجا میبینیم چقدر ما تازه اون روزی که رسیدیم حالا ده سال پنج سال پنج روز از یه موضوعی میترسیدیم ما از اون روز که اون اتفاق افتاده نمیترسیم بلکه از قبلش ما میترسیم یعنی ایام گذشتمون نیز آلوده به تر، تلخی و نیز ترس شده بریم با هم اگر لطف کنید اول تواریخ چهار نو ده رو داشته باشیم ممنون میشم مردی بود به نام یعبیس که در بین خاندان خود بیش از همه مورد احترام بود خیلی مام. پس کتاب تفسیری رو خواهرمون دارن مطالعه میکنن میخونن خب داره میگه پس در بین خانواده شخصیتی بود که این شخصیت برجسته بود و دوستش داشتن چون احترام از دوست داشتن میاد من. دوستش داشتن پس به توجه خاصی داشتن پس من. شخصی نبود که بگیم حقیر هستش ضعیف هست شکست خورده بوده که مردم بهش به نگاه منفی و نگاتیو بنگرن بله مادرش به این علت نام او را یبیس گذاشت چون با درد شدید او را زایده بود خیلی هوشیار باید باشیم امیدوارم به هیچ مادری بر نخوره آمید. و مادرها دلسوزترین افراد به فرزندان انسان ها هستن حتی من خودم هر موقع تصمیم میگیرم فرزندان خودم رو به خاطر اشتباهی که کردن به نوعی تو یک تعلیم سخت قرارشون بدم تعدیبشون بله تعدیبشون هم همسرم اجازه نمیده و با اینکه مقصر هستن اما مانع شده و میبینم یه دلسوزی خاصی مادر بله. دارم اما خیلی هوشیار باید باشیم که هرگز هیچ مادری فرزند خودش رو با کلماتی که باعث حقارت و نگرانی و ترس اون فرزند میشه صدا نکن همید. باید مواظب باشیم حتی اینکه یه کاری میکنه بر فرض مثال ببخشید اینو میگم از این جملات استفاده کردن خدا لعنتت کنه روز از از زندگیت از منم بدتر بشه تو چرا اینطوری هستی که انقدر منو اذیت میکنی خو... توی روزگاری به تو هم نیز اذیت بشی و به این روش و جملاتی که من نمیخوام بگم های خیلی بدتر از این هستش متاسفانه یا بر فرض مثال از این موقعیت ها تعریف کنن که آره ما تو گذشته این اتفاق برامون افتاد اینطوری شدیم تو هم میدونم اینطوری میشی تو هم بدبخت میشی و خیلی هوشیار باید باشیم حالا اینجا ما میدونیم که مادر یعبیس به خاطر اون دردی که در زایمان میگه البته داشته با درد به دنیا میاد ما نمیدونیم آیا واقعا منظورش درد زایمان بوده چون هممون میدونیم که زایمان درد داره بند. پس تصور من و خیلی از عزیزان دیگه به طور خاص مفصلین کتاب مقدس بر این هستش که صحبت از رنجی میکنه. صحبت از غم و اندوهی میکنه که این غم و اندوه میتونه موضوع روانی داشته باشه. بل. میتونه اتفاقی، میتونه مصیبتی در اون خانواده پیش اومده باشه که اون باعث این رنج شده، بل. اون باعث اون تلخی شده. ما به خوبی امروز میدونیم که حتی نوزادان در رحم مادر که هستند تمام شرایط روحی و روانی مادر روی اون نوزاد اثر میزنه اثر پس بله. بله. چقدر بیشتر وقتی بچه ها به دنیا میان بله. این حس رو میگیرن از مادر خودشون از پدر خودشون که ما خوشیار باشیم که نه حس و نه سخنی به با فرزندانمون بکنیم که باعث این بشه که اونها اندوه و غم رو به جای محبت دریافت بله, به معنی درد است اما یعبیس نزد خدای اسرائیل اینطور دعا کرد ممنون. ای خدا مرا برکت ده و سرزمین مرا وسی گردان ممنون یعبیس اکتفا نکرد به آنچه که روش نامگذاری شده بود بهم. در کلام خداوند توی قسمت تفسیری میگه یعبیس از برادران خود شریفتر بود حالا توی تفسیری به نوعی دیگه ای داره میگه با. پس نشون میده همون که شما خوندید یعنی بیشتر مورد احترام, احترام قرار. میگه پس اعمال و رفتارش خوب بود یعبیس نه به خاطر اینکه بگه زندگی مالیش خوب بشه نه به خاطر اینکه بگه شرایطش در چشم مردم محبوبیت بهتر شود یعبیس یک در اصل میشه گفتش بختک غمی رو در خودش میدید دردی رو در خودش میدید و چه بسا که در طول ایامی که بزرگ شده بود بلد. سخنان مادرش از اون مصیبتی که در زمان پولدش. تولدش بوده اونقدر صحبت کرده بود که یعقوب دل شادی نداشته آرامش نداشته و روزهاش روزهای غم یده لزا روزهاش روزهای غمی نبوده روزهای اون روزهای پر از برکت بوده پر از قبضه چون پیروزی ها داشته چون مورد احترام قرار گرفته بوده بی خودی مردم محبوب نمیشن در بین مردمان پس یحبیس نگرانی داشته از آنچه که باعث رنج و ترس شده بود و صداهایی که از دوران کودکی،, کودکی. نوزادی با او بوده تا بزرگ شده بلد. اون رو آزار میداده از این رو به خداوند اعلام کنید یه بار دیگه این آیه رو بخونید اما یعبیس نزد خدای اسرائیل اینطور را کرد ای... اما یعبیس یعنی یعبیس اکتفا نکرد. نکرد به اون روزی که ش... به اون روزهایی که شنیده بود که روزهای غم و درده بلد. این روز تو هم وطن عزیزم ما کاری به سیزه به در نداریم سیزه به در ما میدونیم که واقعا روز بسیار خوبی هم هستش چرا میریم بیرون که در کنار هموطنانمون خیشانمون شاد باشیم و من تصور نمی کنم در بین هموطنان ما کسی باشه که اون روزو واقعا بد بدونه روز خوب میدونه که میره بیرون و تفریم میکنه بله. اما اگر تو هموطن عزیزم به هر دلیلی در هر شرایطی که هستی تصور میکنی امروزت فرداد امسال سال بدیه سال پررنجیه سال درد و غم هستش مانند یعبیس برو در حضور خداوند و از خدا بخوام که خداوند روزهای من رو تو برکت بده و در مهر و محبت خودت و پیروزی های خودت وسیع کن اون رو به طور خاص وقتی ما مسیح ایمان داریم نباید بپذیریم حتی صداهای منفی چه آمید، صداهای آمید. منفی با دلایل مثل که من میرم پیش پزشک پزشک من میگه تو فلان مریضی رو داری و یه شرط خیلی بدی هستی و چه صداهای منفی و نگاتیبی که دروغ هستن از بیرون به گوش ما میرسه برون. و یا از درون حس بدی داریم نسبت به شرط زندگیمون اون رو در حضور خداوند باطلش کن آمین. و اعلام آمین. کن که خداوند من میدانم که در تو پیروزی دارم حتی من میدانم آنچه که کلام زنده تو همچون رومیان 828 اعلام میکنه که مشکلات و سختی ها برای کسایی که خدا رو دوست دارن و اراده خدا رو میخوان به خیریت تبدیل میشه پس چه آمین. روزی میتونه برای ما روز بعدی باشه؟ هیچ روزی فقط, برابر فقط باید اعلام کنیم خداوند ایام مرا خدا تو, برکت بره تو برکت بده در نام عیسی مسیح در نام عیسی پس به همین راحتی ما قبول کردیم که برکت خدا با ماست نگیویس هم همینو ربی با ایمان رفت در حضور خدا و چقدر مهمه سمی جان من حالا در بین این که دوستان بخویم یه سوالی دارم آیا حقیقتا؟ من. شما امروز که به مسیح ایمان آوردی امیدوارتر هستی به زندگی یا در گذشته امیدوار بودی؟ صد, صد امروز آمین چرا؟, چرا؟, برکه بهش اطمینان دارم برابر خب اطمینان داری چرا اطمینان داری؟ به خاطر اینکه تغییراتی تغییرات رو که تو زندگی خودم تو این پنج سال و نیمه دارم میبینم براور. و عوض شدنی که خب من همیشه مردم رو دوست داشتم عاشق مردم بودم برست. از پدرم یاد گرفتم میمون نوازشم در خونم به رویم باشه ولی تغییری که در خودم دیدم اینی که چشمم از روی مردم و توکل به مردم برداشتم و چشمم رو به خدا دوختم و چون این چشمم به خود خدا دوخته شد مطمئنم که حتی اگر تو سختی هم هستم ولی بابایی دارم که همیشه در آخر منو پیروز میکنه و به اون چیزی که خواسته نیاز من هست همجور که توی یوحنا چارده گفته هم به نیازهای من میرسه و هم در یوحنا 15 به من میگه که من رویاهای بزرگ داشته باشم چون رویاهای بزرگ و مثل اون چکی میشه که خداوند امضا کرده میگه من مبلغش رو تو بنویس برای اطمینان دارم خب نیا کنید اعتماد ما نسبت به هر موقعیتی اعتماد ما به پزشکانمون به وکلامون با. به دوستانمون به والدینمون با. به همسرمون به فرزندمون با. از شناخت ما میاد پس هر آمین. چقدر ما افراد رو بشناسیم با. نسبت به اونها میتوانیم اعتماد داشته باشیم و با. یا برعکس بیاعتماد بشیم کلام خداوند هم همین رو میگه کلام خداوند در کتاب گوشه اعلام میکنه قوم من از عدم شناخت خدا هلاک شدن بله چیز دیگه نمیگه خواهد. میگه از اینکه خدا رو نشناختن حلاک شدن امروز وقتی که ما خوب خدا رو میشناسیم ما ایمان داریم ذات خدا ذات محبت ذات خدا حکمت و خرده ذات خدا قدوسه آمی. و نیز عدالت هستش آمی. و من رو آنقدر عاشق من هست مطابق انجیل یوحنا س مطابق کتاب ارمیا که اعلام میکنه من رو آنقدر دوست داره مانند مردمک چشمش پس وقتی این همه عشق رو من میبینم و مطابق متا 548 که اعلام میکنه که رسول تو روش کن نه. هم عزیزم تو روش کن آمین. شکل کی بشو؟ خود خدا شکل خود خدا بشو آمین. و میبینیم کلام خدا ما رو تشویق میکنه مسیح ما رو تشویق میکنه در انجیل یوحنا چهارده که میگه اگر ایمان داشته, داشته باشی،, باشی حتی کارهای بزرگتر, بزرگتر از من میکنی می کارهایی میکنی که من یعنی انقدر مانند والده اینی که بچه هاشون میگن که آره ما دوست داریم تو از ما بهتر بشی اون شغل رو داشته باش ثروتمندتر بشه و با حقیقتا هم همینطوره آمین. ما من یادم هست همیشه پدرم خب شغلی که داشت دوست نداشت و به من همیشه میگفت این کار رو نباید انجام بدی برو کار دیگه ای روش بکن و شرایط زندگی شما از من بهتر بشه آمی. خب امروز من برای فرزندانم همین آرزو رو دارم آمی. که شرایط زندگیش از من بهتر بشه حتی چیزایی که خودم دوست داشتم نتوانستم انجام بدم البته نمیخوام چنین تعلیم رو بدم به شما اعزاب. اما میخوام بگم ذهنیت من و خیلی از والدین هست اون کاری که نتونستیم بکنیم بچه هم تشویق بکنیم و حداقل داشته باشم البته باید آزاد باشن توی استعدادشون و انتخاباتشون اما میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که اگر والدین ما بله. نسبت به ما اونقدر رقبت دارن که ما شرطمون از اونها بهتر بشه چقدر بیشتر خدا خدایی که ما میشناسیم بله. اون کسی که خدا رو نمیشناسه هیچ آگاهی نداره حتی مذهبیه حتی توی مذهبش خدا دوست هست بس. چون خدا رو نمیشناسه یه روز رو روز خدا میدونه یه روز رو روز بد میدونه یه روز رو روز رو شیطان میدونه یه, رو 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 بد... می یه روز می دونه، یه رو روز بعد بدیام میدونه یه روز خوشیام میدونه یه روز رو روزی میدونه که باید در حضور خدا پرستش کنه یا برای فلان شخصی که توی مذهبش برفرض جزء قدسین هستش مقدس هستش نیز در قضاداری بکنه کسی که خدا رو میشناسه با حقیقت خدا آشنا هست میدونه در تمام ایام میباید خدا را پرستید آمی. با سازهای خوش صدا باید پرستید آمی. حتی برای مشکلات و سختی ها مطابق نامه افوسسیان نیز پنج بیست اعلام میکنه شگذاری کنه, کنه و در شگذاری حقیقتا خدا کار میکنه پس تمام روزها روزهای خوبی خواهد شد ما امروز خب سه شنبه ها میدونیم که کلیسای پرستان مسیح در خدمت هموطنان عزیزمون نه سال هستش که این خدمت رو داریم بلد. برای هموطنان عزیزمون دعا میکنیم با خادمینی که لطف میکنن میان با ما هستن از 6 و... تا نه صبح بله از 6 تا نه صبح اه... هستیم و اه... هموطنان ما میدونن سال این خدمت رو داریم امروز حالا به خاطر اه... نمیدونم اه... این چند روزی که ایام نوروز هستش بلد. و ارتباط تلفنی زیاد هست و یا اینکه دولت جمهوری اسلامی همیشه نظر لطف منفیش هستش این تلفن رو قطع می کرد شاید من 25 تا تلفن رو نتوانستم بگیرم واه. و فقط الو می گفتیم اونم می گفت الو قطع می شد فهمیدیم که حالا یا خطوط خراب بود و یا چون اونم قسمت هم که میگم تجربه داریم که دولت جمهوری اسلامی میترسه دیگه اون از دعا میترسه چون دعای حقیقی نزد مسیحی ها هستش آمین. که به نام مسیح دعا میشه نه نزد یک مسلمانی که به نام کی میخواد دعا بکنه اصلا نمیتونه به نام که دعا کنه یه چند تا امام برای خودشون اه... کشیدن و به نام اونها دعا میکنن که اونها مردن پس جمهوری اسلامی حقیقت همیشه ترسیده مانع شد اما صحبت هدف ارایز من این هستش که وقتی من دیدم خب توی موقعیتی رو قرار بعد در روبن به من گفتش که بعد رسول حالا که ها رو نمیتونیم جواب بدیم بیا پرستش کنیم آمین و باور کنید ما شروع که این پرستش کردم اولین سرود ما که خون تموم شد تلفن زنگ زد زن. دوباره دو دل بودم بردارم و وقتی برداشتم با یه هموطن ایرانی صحبت کردم و ایشون از ایماندارا بودش و در اتاق برادرش شما صحبت کرد گفت برادرم خیلی مایله با شما صحبت کنه و منم باشون با صحبت کردم وقتی باشون با صحبت کردم ایشون رضایت داد مطابق کلام خدا و قلبشم قبلا لمس شده بود مسلمان با بشارت باید. و ایشون قلبش داده مسیح هلالویویو. و اولین تلفن باعث شد که یه ایرانی هموطن از اون قلبش رو به مسیح بده هلالویو. بنابراین خب این یه برکت شد و بعد تلفن شروع شد که دیگه خدا رو توانستیم بالا 20 تا تلفن رو بازم آمید. جواب بدیم و برای عیزان دعا کنیم پس تو هم وطن عزیزم هیچ روزی رو روز بد ندون آمین هرگز حتی خیلی اصلا خواب میبینم میگن آخ آخ ما هر موقع خواب بد میدیم این اتفاق برای ما میفته بگو در نام عیسی مسیح نهی و دور شو و میدونیم که خواب میتونه خواب به نوعی تعریف درست داشته باشه برد. اما همه خوابها تعریف درست ندارن هم نداره. از پرخوری میشه از افکار خسته <applause> میشه بله همه اینا هست... از کمخوری میشه و بعضی رژیم میگیرن به خوش بشه هم اذیت میشه اما خواب روحانی داریم خواب درست هستش خوابی هستش که ما ادامه اتفاقایی که در طول روز هست رو داریم میبینیم با تفکرات ذهنی و مغزیمون و خوابهایی رو داریم که از نظر روانی نیز درست بله هستش بله که آنچه را که داریم میبینیم پس اون خواب بد رو در نامیسای مسیح نهیب بده آمین و به طور خاص برای چی ما به شما هموطنان اون میگیم بیاید به مسیح ایمان بیارید آمید. چون در نام عیسی مسیح فقط قدرت این کارها هست آمید. شما به عنوان یک مسلمان هرگز قدرت اینو نخواهی داشت به عنوان یک بهایی به عنوان یک یهودی قدرت اینو نخواهی داشت که در برابر شیطان بیستی چون تنها و تنها نام عیسی مسیح هستش آمین. که مطابق اعمال رسان چهار میگه زیر این آسمان به ما داده شده تا دعاهای ما اجابت پیدا کنیم و ما نجات پیدا کنیم و آمین. هر زانوی خم خب میشه زانوی شرارت شیطان نیست خم خب خواهد شد آمین. و آمین. ما اون روز ما روز پیروزیه روز قوته روز امیده آمین. روز شادی هستش اما بریم این آیات تموم بشه و بعد از این سرودی رو داشته باشیم با هموطنان عزیزم ممنون ای خدا مرا برکت ده و سرزمین مرا وسیع گردان آمین با من باش و مرا از مصیبت ها دور نگهدار تا رنج نکشم و خدا دعای او را اجابت فرمود هاللویا حالا شما همین دعا رو در نام مسیح بکن آمین. همین دعا رو در نام کسی که وعده هاش یکیش بر زمین نگفته هیچ کجای چهار انجیل شما نمیخونید که مسیح به مرده گفته زنده شد زنده نشد مسیح به مریضی گفت شفا یافت شفا نیافت مسیح تسلی داد دل کسی رو طرف تسلی نگرفت و پر از خشم و عصبانیت شد مسیح به آ دریای طوفانی گفت آروم شد دریای طوفانی بر فرض مثال دوباره طوفانی بود مسیح آنچه را که گفت شد مطابق مزمور 33 نو اعلام میکنه میگه خدا گفت, گفت و شد هموطن عزیزم وقتی که در نام مسیح دعا میکنی دیگه تو نیستی دعا میکنی امید. دیگه من نیستم دعا میکنم بلکه خداست که در ما داره دعا میکنه امید. و اونجا هستش که وقتی که میگیم میشه نترس امید. ناامید نباش هیچ روز تو مال شیطان نیست به تو رو اگر به مسیح ایمان میاری امید. قلب تو به مسیح بده میتونید الان تماس بگیرید دارد برای شما دعای نجات بخونیم میتونید می بعد از این برنامه تماس بگیرید با شماره تلفنی که پایین صفحه مشاهده میکنید 818 716 4 تا 0 تماس بگیرید لطفا قلبتون رو به مسیح بدید اجازه بدید امسال سالی باشه که تو دستای مسیح هستید شما آمی. حتی برمان یک مسلمان برمان یک بهایی برمان یک یهودی هوتنان عزیز من و سمیع عزیز هر دو از بکران اسلام هستیم توی کلیسای ما از بکران بهایی هستن به مسیح ایمان آوردن یهودی هستن به مسیح ایمان مسیح زاده هستن تولد تازه پیدا کردن آه. حتی کسایی هستن که اصلا خدا رو قبول نداشتم آه. و این تجربه رو داریم که در نام عیسی مسیح حقیقتا اجابت دعاست امسالت رو بیا امتحان کن بده تو دست مسیح نمیگم مشکلات و سختی ها نیست هست اما مشکلات و سختیات ها روی شانه شما نیست آمی. تو دستای خداوندت هست مسیح هست و اون تو رو از مشکلاتت عبور خواهد داد آمی. و روزهایت را رو در نام عیسی مسیح ببر در حضور خدا و بگو آمی. خداوند و امسال من رو برکت بده خداوند از تو میخوام زندگی مرا مبارک بخوانی تمام خلاهای خالی توی زندگی تو پر کن در نام عیسی مسیح به هر نیاز به هر حاجتی و خودت محدود نکن خیلی سمین جان مثال زیبایی زد گفت شک سفید امضا شده یک ایماندار مسیح چک سفید امضا شده داره آمین. بپذیر آمین. حتی که خیلی از ایماندار هستن که با توجه که ایمان آوردم به مسیح هنوز یه موقع تو مشکل سختی میگن نه نکنه اراده خدا نیست عزیزان اراده خدا هست تو به آرزوی دلت برسی آمید. اراده خدا یعنی طریق خدا منه. اراده خدا نیستش که تو به اون آرزوی دلت نرسی دقیقا. قراره به طریق خدا برسی چون تو تضمین در درصد باشه آمید. و نه اینکه امروز برسی فردا نداشته باشی امروز برسی فردا اصلا پشیمون بشی اصلا چه موقعی برای همین اصلا که <applause> اراده خدا رو ما میخواییم که آمین. به وقتش بهترین برای ما انجام بشه آمین. اگر موافق هستید بریم با هم یک سرودی, سرودی رو ببینیم باشیم. آمین برمیگردیم در خدمت چقدر اومد وقتی میبینم تو رو همیشه دارم چه با شکوه حتی رویایی که توش تو هستی آورم دیگه مهم نیست اینکه من زمینیم تو سمون دلیلی اگه تو این تن خسته مون جونی تنها دلیلی اگه تو این تن خسته مون جونی خودم میدونم نمیشه جز تو به هیچی دست پردو این که نباید تو روز دنیا قصه خوردو این که نترسی اگه از خوشی و دریا سنگ بباره بدونی یکی همیشه از اون بالا هوا تو داره چقدر آرومه وقتی میبینم تو رو همیشه دارم چه با شکوهه حتی رویایی که توش تو هستی آرم دیگه مهم نیست اینکه من زمین اگه تو این تن خسته مونده جونی تنها دلیلی اگه تو این تن خسته مونده جونی با درود مجدد خدمت هموطنان عزیز یک بار دیگه ایام نوروزی رو به همه شما از آن شاد باش میگوییم من و خواهرم سمی جان در خدمت شما هستیم برنامه برنامه, برنامه, برنامه زنده است روی فیسبوک روی شادی تیوی هموطنان عزیزم با شما تلفن که پایین صفحه مشاهده میفرمایید میتونید با ما تماس بگید موضوعی که دربارش صحبت کردیم و سمی جان لطف کردن اعلام کردن در رابطه با سیزه در و اینکه آیا ما به عنوان فرزندان خدا ایام بدی رو خواهیم داشت یا نه و چگونه میتونیم به این موضوعات نگاه بکنیم با احترامی که به فرهنگ خودمون داریم سیزه به در به این نچه رسیدیم که بسیار روز خوبی هست که بتونیم بیرون باشیم و در اون تصور و تفکرات مثبت در کنار خیشان و خانواده خودمون باشیم و از کتاب اول تواریخ نیست خواندیم نه فکر می کنم بله. یک تا چهار بودش دو بله نه. چهار نه و ده بله چهار نه و بود, بود, که بود که. بود که صحبت شدش و به این رسیدیم که خداوند جهان را به نیکوی آفریده پس هیچ روز ما روز بد نخواهد بود عزیزان حتی سختی ها و مشکلات رو خداوند به خیریت تبدیم فقط باید خدا رو بشناسیم ما دیدگاه خودمون رو نسبت به بینی که کتاب مقدس اعلام میکنه بدانیم آمین. و در این مسیر میدونیم که همه چیز به خیریت هست آمین. هستش آمین, آمین. من داشتم با کشش رسول داشتن دعا میکردن آ... من باید این رو بگم چون آش. واقعا آ... 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 کار ما اینه که نام خدا رو جلال بدیم یعنی روز ما وقت ما سانیه های ما همش متعلق به خودشه حقیقتا. و آ... ما تو این برنامه ها جز جلال نام اون هیچ کار دیگه ای نداریم براق. و همین که نجات پیدا میکنین عزیزان بدونین که شما در این جلال با خود خداوند و مسیح شریک هستیم و من خدا رو شکر میکنم که اجازه داد که یه سه شنبه دیگه با شما عزیزان به طور زنده رو در رو از طریق این کمرا دوربین صحبت کنیم و ولی بدونیم که خداوند همیشه با ما هست در وجود ما زندگی میکنه و اون چی که بر زبان ما میاد از طریق هدایت خودش و روح القدس مقدس هستش من کشیش رسول داشتن صحبت میکردم و من همینجور که داشتن میگفتن بگین این جمله ها رو بگین من توی دلم اون جمله ها رو داشتم میگفتم و واقعا میدونم این هدایت رو قدس بود که من شب. باید اینا رو برای خودم و خانوادم هم بگم اینا و اعلام بکنم چون رو قدس میشنوه همیشه حضور داره زنده است آمین و داشتم به کشیش می گفتم میگفتم همیشه که داشتن صحبت کنم و گفتم گفتن تلفن همینجوری میومده قد میشده و من داشتم تو قلبم میخوندم که شکرت کنیم یه سرودی داریم که شکرت لا. کنیم ای پدر شکرت کنیم ای پسر, ای پسر. شکرت کنیم ای روح القدس داشتم اینو میخوندم تو دلم یعنی اعلام میکردم و میدونم که اونجا حضور رول قدس هستش یه دفعه دیدم که گفت ما شروع کردیم به سرود پرستش خوندن و من گفتم هللویا لورد جیزیس هللویا فادر اتفاقا سرود مام در باره شک گذاری بوده حالا همون یکی از سرودهای شک گذاری دقایق کمی داریم اما بریم با همدیگه لطفا فکرم اول سموئیل رو بیاریم اگه اول سمایی دوازده دوازده, نوزده دوازده نوزده تا بیست بله. بله لطفا داشته باشیم خب زمانی که من خدا رو میشناسم باز به رأی خودم این رو بدونیم هم عزیز همه انسان ها آزاد آفریده خدا انسان رو آزاد آفریده از این من. من. رو هستش که آزادی برای همه انسان ها مهم هست چه خدا باور باشن و چه خدا رو هنوز باور نداشته باشن من. پس آزادی رو همه انسان ها دوست دارم بله. چون خدا انسان رو آزاد آفریده امید. اما اگر من تحت اون آزادی که دارم رأی به این بدم که در کنار خدا دوستی میخوام خدا رو بشناسم بله. در شناخت خدا هست که من میتونم این مجوز رو این اجازه رو بدم چون خدا ما رو آزاد آفریده عزیزان این برای نیست که ما مقامون از خدا بالاتر هست به خدا برگز. اجازه میدیم خیر اما زمانی که من خدا رو میشناسم به رأی خودم اگر اجازه بدم خدا پادشاه زندگی من باشه اونجا هستش که من آسیب نمیخورم آمین. اما وقتی که من اجازه میدم پادشاه زندگی من خودم یعنی خود دیگران یعنی دیگر محوری باشه قدرت های بالاتر یعنی قدرت محوری در این دنیا باشه اونجا هستش که دیگه من این مجوز رو به خدا ندادم همون که در مکاشفه 320 میخوانیم که کلام خدا اعلام میکنه میگه مسیح در پشت قلب تو ایستاده داره میکوبه آمین هر کس در رو باز کنه مسیح میاد امید. مسیح به زور وارد نمیشه وارد زندگی ما نمیشه اون یک شخصیت بسیار جنتلمن هستش هلید. و این آزادی که به ما داده نمیخواد این آزادی رو از ما بگیره مشروط بر این که ما اجازه بدیم خداوند با ما زندگی خواهد کرد آه. اما بریم قوم اسرائیل نیز میبینیم بعد از اینکه تصمیم میگیرن دیگه پادشاهشون گویا خدا نباشه خدا اون بالا خدایشو بکنه مردم هم اینجا روی زمین خدایشون بکنن لذا ما میبینیم که هنوز هم در مردم های چنین طرز تفکری هست میان آقا کار دارید هرکی خدا خودش داره دیگه بار یکی به, به سنگ هم ایمان داره همون سنگ براش خدا هست اما حقیقت نداره مانند کسی هستش که مریض میشه با. و پزشکان به این نتیجه میرسن که فلان مریض باید فلان قرص بخوره ولی یکی برسه بگه نه بابا هر طور که مریض شدی باور داشته باش هر قرصی بخوری خوب میشه برو یه قرص دیگه بخور <applause> و گاهی هست تدبیرهای انسانی متاسفانه دور از خرد حقیقی خواهد بود اما بریم با هم دیگه بشنویم آنها به سموئل گفتن در حضور خداوند خدای خود برای ما دعا کن تا نمیریم بله زیرا با خواستن پادشاه بار گناهان خود را سنگین تر کرده بله چون از اون هدف در نکن پادشاهی خدا با پادشاهی زمینی انسان ها فرق میکنه امید. پادشان بر روی زمین میان همه از بین میرن همه کشته میشن تا اونها سلطنت کنن پادشاهی خداوند برعکسه خود خدا مسیح اومد روی سریع بهر گناهان ما مرد تا ما بلند کرده بشیم Hallelujah. خدا من خودش سپر هست کلام خدا میگه خدا سپر تو هست Amen. ولی توی پادشاه زمینی مردم و سربازات سپر پادشاه میشن تا پادشاه رو حفظ کنن پس وقتی که خدا پادشاه من هست یعنی حافظ من هست Amen. یعنی من رو حمایت و هدایت میکنه برای رسانه به هدف اصلی خلقت Amen. و حیات ابدی بله سموئل به آنها گفت نترسید درست است که کار بدی کرده اید ولی سعی کنید بعد از این با تمام وجود خداوند را پرستش نمایید و به هیچ وجه از او رو گردان نشوید چون قوم اسرائیل میدونیم که بارها در طول این چهل سال آوارگی نیز دل خدا را رنجوندن و دور از اون اراده خدا عمل کردن با اینکه خدا اونها رو دستگیری کرد بره. یک هوشیاری برای ماها که مسیح ایمان آوردیم حتما اشتباه میکنیم حتما گناهانی میکنیم اما لطفا بلا فاصله حتی اگر در توانت نیست در راستی باشی اما توبه بکن آمین نگو نه،, نه من که نمیتونم دیگه چرا توبه امیر. کنم امیر. اون خواسته و اراده شیطانه بل. توبه کن در حضور خدا مطمئن باش مطابق نامه ابرانیان ده هیفده خدا تو رو میبخشه و به یاد نمیاره امیر. نه اینکه فراموش کنه فراموش نمیکنه عزیزان خدا بلکه فکر نمیکنه دو دوباره گناهکار هستی اون کار مسیح رو به یاد میاره پسرش که روی صلیب به خاطر گناهان من و شما مرد تا ما حلاک نشیم بله؟ را عبادت نکنید چون باطل و بیفایده و نمیتوانم به داد شما برسن بله خدا به خاطر حرمت نام عظیم خود هرگز قوم خود را ترک نخواهد کرد آمین آمین زیرا خواست او این بوده است که شما را او خاص خود سازد هاللویا حتی در سختی ها حتی در مشکلات بارها از من شدید عیسی مسیح امر معروف و نهی از منکر فقط نکرد بگه این کار بده نکنید این کار خوبه بکنید بلکه قدرتش رو مطابق اعمال رسولان یک هشت میده و مطابق انجیل لوقا 91 میگه به ایشان قوت و قدرت داد یعنی اقتدار و قدرت اجرایی در برابر اینکه گناه نکنه داد آمین. در برابر اینکه در مقابل مشکلات و سختی ها بیست نیز داد در جمعی دیوها عطا و شفا دادن امراض نیز عطا عطا کرد آمید. به اونها پس خداوند به ما قدرت رو میده به توسط روح القدس فقط این نیستش که به ما بگه این کارو نکن اون کار خودش در ما هست و این نشان دهنده پادشاهی مسیح در ما هست آمید. که ما نیز بتوانیم اعمال و رفتار و سخنان نیک را انجام بدیم آمین و اما من محال است که از دعا کردم برای شما دست بکشم و چنین گناهی نسبت به خداوند مرتکب شوم. من هرچرا که راست و نیکوز به شما تعلیم میدهم بله سمون داره خودشو میگه بله. بله. شما باید خداوند را احترام کنید و از صمیم قلب او را عبادت نمایید یعنی با اشتیاق شای خدا ببخشید امیدوارم به کسی بر نخوره از نظر اینکه من بی احترامی نمیخوام به خدا کنم ولی تصور نکنیم که خدا سادیسم داره مریضه تو یک جایگاهی هست عقده احتیاج داره ما بهش احترام بذاریم عشق خدا به ما بی‌نظیره و برای دریافت این عشق که برای زندگی روانی و حتی جسمانی و ریلیشنشیپ رابطه من مفید و خوب هستش بب. اینه که من این عشق رو بگیرم حالا من چجوری میتونم این عشق رو بگیرم با شناخت خدا با خدا وقت گذاشتن آمید. من زندگی خودم رو لبریز از عشق خدا می کنم که در این عشق خدا محبت هست، آمین. آرامش هست، صبر هست، تسلی هست، حکمت هستش. بله. آمین. شما باید خداوند را احترام کنید و از صمیم قلب او را عبادت نمایید. آمین. و در کارهای شکفت انگیزی که برای شما انجام داده است تفکر کنید. آمین. اما اگر به گناه ادامه دهید هم شما و هم پادشاهانتان حلاق خواهید شد آمین. پس آمین. بنابراین اجازه بده پادشاه زندگی خداوند باشه, خداوند باشه. آمین. و قوم اسرائیل تند دادن به این که پادشاه زمینی میخوان بعد از گذراندن دوران داوران که از طرف خدا هدایت میشدن و میدونیم که شاول اولین پادشاه شد حتی سموئیل اعلام میکنه که اگر خدا پادشاه شما باشه این رو بدونید که همه شما رو در عدالت و انصاف محبت میکنه اما پادشاه زمینی میان دخترای شما رو به کنیزی و پسرای شما رو به سربازی میگیرن که اونها رو خدمت بکنن امروز تو هم وطن عزیزم اگر اجازه بدید در این سال جدید پادشاه زندگیت خدا باشه امید. و با خدا زندگی کنی مطمئن باش که خداوند تو رو برکت می میده باز در انجیل لوقا ده نونزه میگه اینک شما را قوت میبخشم امسال امید. تو تو هم بطن که مسیح ایمان آری تو رو قوت میبخشه که ماران و اقرب ها و تمامی قوت دشمن یعنی آنچه را که شیطان باعثش هست باعث زعفه مریضیش شکستگی هستش ناراحتی توی زندگی اون هست توی تفاما هست تلاخا هستش که ماران و اقرب ها و تمامی قوت دشمن را پایمال کنید و چیزی به شما ضرر هرگز نخواهد رسانید آمین. اگر اجازه بدی مسیح بر زندگی شما به توسط روح القدس قوت تو باشه و آمین. هدف مسیح کمک کردن به باز با زرز میکنم وقتی ما پادشاهی میکنیم کنترل کردن ما نیست هرگز مسیح نمیخواد ما رو کنترل کنه چون ما رو آزاد آفایده. آمین روح القدس نمیخواد ما رو کنترل کنه روح القدس میخواد ما رو کمک کنه هلوان. و داره اونجا ما درس میده ما دیگران رو کنترل نکنیم آمین. حتی هلوان. بچه هامون رو نباید ما کنترل ما باید به اونها کمک کنیم همونطور که خداوند هدفش کمک کردن به ما هستش امید. و نیز ما می باید به دیگران کمک کنیم امید. اون آزادی که خدا بهشون بدیم و تحت اون آزادی که دارن تصمیم بگیرن امروز تو هم وطن عزیزم این رو بدون روح خداوند به تو داده شده تا خداوند زندگی تو رو به توسط اون هدف مقدس که برای تو آفریده به توسط روح القدس تو رو شکل خودش کنه و در این مسیر نیز این تو هستی هم وطن عزیزم مشروطه بر اینکه میل به خدا داری میل به زندگی سالم داری میل به عدالت داری دست و دست خدا بذار قلبت رو مسیح بده زندگی تو تقدیس کن و اجازه بده نام تو در دفتر حیات نیز ثبت بشه نقاش کرمانی اعلام میکنه زندگی همان اتفاقی است که خودت موجبش شدی آم. امسال سالی هست که در آینده هر اتفاقی بیفته من و شما مسئولیم عزیزان من. پس از همین ابتدای سال از خداوند بخوا که خداوند زندگی تو رو تقدیس کنه من. ما وقتمون تموم شده اما من. در انتها میخوام از سمی جان که دعای کوتاهی لطفا آمید. برای هموطنان عزیزمون هم بکنید آمید. که زندگیشون توی دستان مسیح باشه. با اجازه خود خداوند اعلام میخوام بکنم قبل از دعا خوش. که ما یوتیوب سایت داریم بانه. خیلی خوشحال میشیم که شما بیان عضم یوتیوب ما بشین بانه. و آ، آ، به اسم یوتیوب داد کشیش رسول هستش دوباره میگم یوتیوب ما هست کشیش رسول و یوتیوب داد کشیش رسول که خوشحال میشیم با ما عضو بشین و برنامه ای ما رو ببینید چون اونجا همه برنامه ها به صورت اه اه چه زنده بوده چه قبلا بعدا ضبط شده همه اون برنامه روی یوتیوب ما هست میتونیم مشاهده بکنیم و برکت نه از من نه از کشیش رسول عزیزم که خودش وجودش برکت مسیح تو زندگی من همینچون به عنوان کشیشم برکت رو از دست های پر و مطمئن خود خداوند عیسی مسیح بگیرین آمید. وقتی شما عضو یوتیوب ما میشین در اصل به برنامه های ما کمک میکنه و ما میتونیم یک منبعی باشیم منبعی از کلام خداوند باشیم آمید. برای شما عزیزان برای زندگیتون و همینطور دعاهایی که میشه در این برنامه شامل زندگی شما بشه و همه اون برکت آمین آمین لطفا این کارو رو بکنید خواهش بکنید بله. خواهش کنم عزیزان که به طور خواست روی فیسبوک ما رو میبینید لطفاً بله. لطفا عضو یوتیوب ما بشید بله. و این به ما خیلی کمک خواهد کرد در این خدمت بله. بفهم خواهش کنم برای روی صفحه من دارم میبینم که اون سایت ما هستش من خیلی خوشحال میشم که دوستان عزیزمون بیان و عضو بشن و ما رو در زندگی خودتون در برکتی که خداوند از طریق کلامش میره سهیم بدونیم آمین. خداوند ممنونم برای این لحظه هایی که آمین. قبل از که ما به دنیا بیایم خداوند نقشه و طرحش رو تو ریخته بودی خداوند میگی قبل از که من جهان رو بسازم تک تک شما رو و برنامه های زندگیتون رو میدونستم و من به این کلام ایمان دارم چون صاحب کلام تو هستی و تو زنده هستی و در ما و در وجود ما زندگی میکنی خداوند تمام عزیزانی رو که الان این برنامه رو میبینن یا بعدا خواهندید به حضورت میارم ایامشون رو خداوند مبارک بخون ایسای مسیح زنده زندانیانی که در زندان برای جلال نام تو هستن خداوند آزادیشون و خداوند و در ساید. نام مسیح خداوند از تو میخوام چه هم که همجور در که درای زندان رو به روی یوحنا و پتروس باز کردی ام. و آمدن و دیدن که پتروس و یوحنا در آن زندان ها نیستن خداوندا اون درها رو به روی زندانیان باز کن که خداوندا برای جلال نام تو خداوندا تحت ستم هستن خداوندا و براشون برکت و آزادی آرزو میکنن خداوندا هر مادری فرزندی رو الان در زندان داره و خداوندا در این رژیم از دست داده و هر پدری رو به حضورت میارم خداوند تسلی این پدران و مادران تو هستی ای روح آمین. عزیزم بریز روی شون خداوندا و نام خودتو جلال بده و با آزادی و تسلی قلبشون خداوندا و آوردن فرزندانشون به آغوش پدر و مادر زمینشون به پدر و مادران نشون بده که همهشون در آغوش مطمئن و خداوند و پر از عشق تو عیسی مسیح جا دارن خداوند باشه که امسال سال آزادی جسم و جان و رو روح برای تک تک عزیزانمون چه ایرانی چه تمام فارسی زبانان در تمام نقاط این قاره خداوند باشه و در زم در روی این زمینی که فرش زیر پاده آمی. خداوند ام امیدوارم که این برنامه به روی ساتلایت میره عیسی ای مسیح زنده آمی. ایمان دارم تا ما بتونیم نام تو رو به طور وسیع و در سرتاسر سر جهان از برنامه تلویزیونیمون خداوند رو جلال بدیم برکت میخوام برای همه عزیزانم هم به نام مقدس عیسی مسیح زنده و با ایمان دریافت کردیم آمین آمین آمین, آمین. <applause> با فیض خداوند <applause> خدا دریافت کنیم آمین. با تشکر از سمیه عزیزم مرسی <applause> که از با, با, با تشکر عزیزان بله بهوزه عزیزم بهوز شما از رو به دستان پرفیز خداوند میسپرد خدا نگهد